سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. راه اندازی صفحه‌ای در فیسبوک تحت عنوان آزادی‌های یواشکی زنان در ایران موجی از واکنش‌ها را هفته گذشته به دنبال داشت. صفحه‌ای که در آن زنان ایرانی تصاویر بدون حجاب خود را بر روی فیسبوک منتشر می‌کنند. هدف از راه اندازی این صفحه چیست و چرا با استقبال زنان ایرانی مواجه شده؟ در حالی که فیلترینگ اپلیکیشن واتساپ دهم اردیبهشت ماه در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تصویب شد، محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران از صدور دستور توقف فیلترینگ واتساپ از سوی حسن روحانی خبر داد. چرا میان دو مقام رسمی کشور درباره یک موضوع تفاوت عمده‌ای وجود دارد و حراس محافظه‌کاران تندرو از اپلیکیشن‌های ارتباطی چیست؟ بررسی این دو موضوع در گفتگو با کارشناسان در برنامه این هفته ایران و جهان با ما همراه باشید. کمپین آزادی‌های یواشکی زنان در ایران بحث روز رسانه‌های ایران و البته شبکه‌های اجتماعی است. صفحه‌ای در فیسبوک که زنان ایرانی تصاویر بدون حجاب خود را منتشر می‌کنند. این صفحه واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. تا جایی که خبرگزاری تسنیم نوشت، بر اساس همان منطقی که شخصی بودن حق پوشش برای زنان ایران به رسمیت شناخته می شود، می توان حق لذت بردن مردان بدون اجازه زنان را برای آنان به رسمیت شناخت و تجاوز تلقی نکرد. نسرین ستوده حقوقدان درباره این صفحه نوشت، وقتی کاری یواشکی است دیگر آزادی نیست. آزادی یواشکی نشان دهنده فشاری است که در متن ماجرا وجود دارد، موضوعی که به دلایل مختلف جدی شوخی برگزارش می‌کنند. از نسرین افضلی پژوهشگر ارشد مطالعات زنان پرسیدم، در حالی که آزادی یک حق طبیعی برای انسان است، آیا استفاده از پسوند یواشکی برای آزادی‌های زنان در ایران آن را محدود نمی‌کند؟ بله، ایران یکی از کشورهایی هستش که بیشترین تعداد جرایمو داره، یعنی که از نظر تعریف جرم معمولا سعی میشه که خیلی تعریف زیق باشه و خیلی موارد حادو در بر بگیره، ولی در ایران ما میبینیم که از موارد بسیار جزئی مثل همین پوشش، آواز خواندن، رقص، حتی بعض وقتا گوش دادن به موسیقی و یک سری دیدن یک سری فیلم ها، همه اینا جرم حساب میشه. جدیدن که حتی کنسرت گذاشتن، یعنی اینا چیزی هستش که به طور عادی نباید جرم باشه، نباید یواشکی باشه، ولی خب به خاطر تعاریفی که جمهوری اسلامی داره از اسلام و از آزادی و از حق، مردم ایران از همه اینا محروم کرده و مردم دارن همه اینا رو انجام میدن ولی یواشکی. یعنی تقریبا مردم ایران هر روز دارن مرتکب جرم میشن طبق تعاریف قانونی که در ایران هستش، ولی خب همه این جرم ها هم یواشکی هستش. در مقابل صفحه آزادی‌های یواشکی زنان در ایران، صفحه‌ای نیز در فیسبوک راه اندازی شده به نام آزادی‌های حقیقی زنان در ایران. کمی از این صفحه برای ما بگویید. بله، صفحه آزادی های یواشکی خب مشخصه که هدف چی هستش. داره میگه که ما یه حقی رو نداریم و میخواییم داشته باشیم، ولی خب این صفحه آزادی حقیقی یعنی چی؟ خب شما شعارش هم تقریبا این بود که حجاب من، حق من، زندگی من. خب شما که این حجاب رو دارین، حقتون هم دارین، زندگی هم دارین، پس راه اندازی این صفحه برای چی هستش؟ تعریف کمپین، تعریف مبارزه و راه اندازی این صفحه اینه که یک حقی رو بخواین، یک مطالبه داشته باشین، و خب این نشون میده که کوچکترین انتقادی رو نیروهای نه فقط حکومتی و بعضی نیروهای تندرو که یک تازه در صحنه فرهنگ جامعه ایران اینو بر نمیتابن و سریع علیهش واکنششون میدن، عوضی که بیان تو همون صفحه دیالوگ کنن با افراد، ببینن حرفشون چیه و اونا هم کمک کنن به این مطالبه. تعداد خیلی زیادی از هموطنانشون میان اینجور مخالفت انجام میدن و خب مشخص هم هستش که پشتش افرادی هستن که ضمن اینکه اکثرشون
هستن، یعنی این از طریق بررسی نوشته هاشون و پستای این صفحه مشخص هستش که خطاب قرار دادن به عنوان یک مرد یک زن رو خطاب قرار میده، یعنی حتی صدای اون زنهای محجبه نیستش، چون تعداد خیلی زیادی از این زنهای محجبه اتفاقا مخالف حجاب اجباری هستن، چون اثراتش رو میبینن روی بیزاری مردم از حجاب و دین و محجبه ها، حتی یعنی برخوردی که مردم بعضی وقتا میکنن با محجبه ها واقعا ناراحت کننده است، و اینکه اونا خیلی هاشون نقشی نداشتن نه در اجباری شدن حجاب نه در این سرکوب هایی که به خاطر حجاب صورت میگیره، ولی دارن چوبشون میخورن، بنابراین خیلی از این زنان محجبه خودشون مخالف هستن و این بعضی از مردان رادیکال و تندرو هستن که این صفحه رو ایجاد میکنن و اداره میکنن. اگر این صفحه کمپین به شمار نمی رود، هدف از راه اندازی این صفحه چیست؟ در قسمتش کمی ایجاد رعب و وحشت هستش، یعنی با اتهام زدن به زنانی که در صفحه آزادی یواشکی که عکسشون میذارن، به اینکه اینا مروج فساد و فحشا هستن، میخوان در واقع این افراد رو بترسون از اینکه عکسشون بفرستن برای این صفحه، و از طرف دیگه یه قوت قلبی بدن به زنهای محجبه، یعنی که بگن شما تنها نیستین و حق با شماست و شما کار درست داری انجام میدین، یعنی چون گفتمان کلی جامعه به سمت آزادی حجاب هست و این افراد خودشون در اقلیت میبینن، یه جوری قوت قلب دادن به خودشونه بیشتر تا اینکه بخوان یک حرکت جدی رو انجام بدن. در ماه‌های اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور مکرر از حضور زنان در جامعه انتقاد کرده و آنها را به خانه‌داری و فرزندآوری تشویق کرده. به نظر شما آیا زنان ایران به سمت خواستای رهبری حرکت می‌کنند؟ بخش اعظمشون نه، به خاطر افزایش آگاهی هایی که داشتن، حالا چه به خاطر تحصیل چه دسترسی بیشتر به رسانه‌های آزاد از طریق اینترنت و ماهواره، ولی نمیشه منکر این شدش که به هر حال بخشی که فقط به رسانه‌های دولتی دسترسی دارن که اونا بخش غیر قابل چشم پوشی هستن ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرن. افرادی که به دلیل مذهبی و سنتی و وابستگی هایی که دارن به برخی کمک های دولتی ممکنه تحت تاثیر این حرف قرار بگیرن، و سیاست ها هم که نمیشه منکر شد، یعنی این حرف های ایشون تبدیل به سیاست میشه و در بخش مختلف اجرا میشه و به طرق غیر مستقیم اثر میذاره رو اذهان مردم، به خصوص از سن های پایین وقتی شروع میکنن این ذهنیت ها رو تغییر دادن. متاسفانه اصلا نمیشه منکر تاثیرات منفی این حرف ها شد. آیا درخواست آقای خامنه ای از زنان منطقی و اصولاً ممکن است؟ ببینید، روند سعودی داشت وضعیت زنان در پیش از انقلاب، یعنی طبقه متوسط داشت رشد میکرد، زنان وارد بازار کار داشتن میشدن، درس‌های مختلف ورزشی، هنری و دانشگاهی. این روند یک دفعه نه تنها متوقف شد بلکه سقوط کرد بعد از انقلاب، و این در طبقه متوسط در طبقه متوسط زنان محو شدن، خانه نشین شدن، از کشور خارج شدن، تنزل مقام پیدا کردن، و تا سالها ما می‌بینیم که نرخ اشتغال زنان بسیار پایین بود. این روند داشت به تدریج عوض می شد در دوره آقای خاتمی به خاطر بعضی از سیاست هایی که به درستی داشت اعمال می شد برای افزایش مشارکت زنان. ما می بینیم که با دفتر مرکز مشارکت زنان داشتیم برای اینکه اینو افزایش بدن، چه در بخش سیاسی چه در بخش اقتصادی اجتماعی، و خب در دوره آقای احمد نژاد اولین کاری که کردن تغییر نام این مرکز مشارکت به مرکز زنان و خانواده شدن، یعنی فرستادن زنان دوباره به خانواده و به خانه و دور کردن اونا از مرکز اشتغال. و باز می‌بینیم که همیشه هر سیاستی به حال در طولانی مدت اثرش رو بهتر نشون میده، و می‌بینیم الان دوباره نرخ اشتغال زنان بسیار پایین اومده و تحصیلات هم که می‌بینیم جهت‌دهی شده به سمت رشته‌های کم درآمد و کم پرستیژ در جامعه به خاطر سهمی‌بندی جنسیتی و محروم کردن زنان از بعضی از رشته ها.
بنابراین این فراخواندن زنا به خانه اثرات منفیش رو کل جامعه خواهد گذاشت و بیش از همه روی وضعیت زنا که داشت کمی بهبود پیدا میکرد به نسبت اوایل انقلاب. حرکت در جهت خلاف خواست رهبری که به سرعت هم به سیاست‌های اجرایی تبدیل می‌شود، چه محدودیت‌های تازه‌ای را برای زنان رقم می‌زند؟ خب ببینین، در بحث آزادی زنان و جنبش زنان همیشه صحبتی که میشه اینه که بزرگترین اتفاقی که افتاد از نظر تکنولوژیک پیدایش روش‌های جلوگیری از بارداری بود، برای اینکه به یک بار زن‌ها رو از یک جبر بیولوژیک نجات داد. برای اینکه خب در زمان گذشته فرزند آوردن بسیار آسان‌تر بود، بزرگ کردن فرزند در یک جمع بزرگ قبیله و خانواده بسیار راحت‌تر بود و تعداد زیاد بچه‌ها حتی کمک بود به مادر خانواده و خانواده. ولی بعد از صنعتی شدن و اینکه خانواده هسته‌ای شدن، فرزند زیاد مزیت حساب نمی‌شد و به خصوص برای زن‌ها، و این در واقع قرص‌های و کلا روش‌های جلوگیری از بارداری به زن‌ها بسیار کمک کرد. بنابراین الان این سیاست‌ها که داره اجرا میشه برای محدود کردن دسترسی زن‌ها به لوازم پیشگیری از بارداری، دوباره برمیگرده زن‌ها رو به اون دوران پیش از این تکنولوژی که هیچ اختیاری بر بدنشون ندارن، بر زندگیشون ندارن، نمیتونن تصمیم بگیرن که کی وارد بازار کار بشن، کی بازنشسته بشن، کی بچه بیارن. یه مقدار کنترلشون رو کم میکنه تو این زمینه، به خصوص در مورد اقشار کم درآمد که در واقع این هزینه تهیه این موارد از بازار آزاد برشون خیلی سنگین هستش و این دوچاره خیلی بحران میکنه این زنها رو، که بالاخره باید آیا تن بدن به این سیاست و خانه نشین بشن و حالا از اون محدود مزیت هایی که در نظر گرفته شده برای این زنها بهره مند بشن، یا به هر صورت مقاومت کنن و اختیار بدن خودشونو و بارداری خودشون به دست بگیرن. تقابل میان خواست رهبری و مطالبه زنان چه چالش هایی را پیش روی نظام و زنان قرار می دهد؟ ببینید، مشکلی که نظام پیدا خواهد کرد این هستش که با یک خواست بخش زیادی از زنان داره علناً مخالفت می کنه. یعنی شما الان از زنان طبقه متوسط و طبقه اقشار کم درآمد هم اگه سوال کنین، خیلی هاشون دیگه این اعتقاد ندارن که بچه باید تعداد بچه زیاد باشه، و اینو به خصوص با قرار دادن در کنار سیاست های دیگه ای که هیچ کمکی نمی کنه، تأثیرات ویژه قائل نمیشه برای مادران وقتی قرار میدن، این زنها احساس میکنن که این حکومت توجهی به خواستای اینا نداره و به جایی که شرایط رو برامون بهتر کنه داره بدتر میکنه. و خب این دامن میزنه به تمام نارضایتی هایی که از قبل زنها داشتن در برابر سیاست‌های جنسیتی حکومت. با سپاس از خانم نسرین افضلی، پژوهشگر ارشد مطالعات زنان که از آمریکا با ما همراه بودند. جدال میان دولت و قوه قضاییه بر سر فیلتر کردن اپلیکیشن واتساپ ادامه دارد. پس از آنکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمان فیلترینگ اپلیکیشن واتساپ را تصویب کرد، محمود واعظی از صدور دستور رئیس جمهور برای توقف آن خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه اما میگوید وزارت ارتباطات با خودداری از فیلتر کردن واتساپ مرتکب اقدامی غیرقانونی شده و باید پاسخگو باشد. فراهم کردن بستر گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آزادانه به شبکه‌های اجتماعی از وعده‌های مهم حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حضور آنلاین مقامات ایرانی در شبکه‌های فیلتر شده اجتماعی پررنگ‌تر و هدفمندتر شد، اما هنوز موانع موجود برای کاربران ایرانی برطرف نشده و به نظر می‌رسد دولت در مسیر رفع فیلترینگ با چالش‌های جدی و مخالفان قدرتمندی روبروست که هر گونه گشایشی در این عرصه را تهدیدی امنیتی می‌دانند.
اما چرا دو دیدگاه متضاد در میان دو نهاد مهم حکومتی درباره یک موضوع وجود دارد؟ از آقای علی اکبر موسوی خوینی، نماینده و نایب رئیس کمیسیون مخابرات در مجلس ششم پرسیدم دلیل تفاوت دیدگاه دو نهاد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و وزارت ارتباطات و ارشاد درباره موضوع فیلترینگ چیست؟ بله، این اختلاف از اونجا ناشی میشه که یک جریان طی سالهای گذشته، به خصوص 8 سال گذشته، عادت کرده به این که فضا رو که بسته و امنیتی کرده، از زاویه امنیتی به استفاده از این نوع فناوری‌های نو که در واقع زندگی مردم رو یه جورای آسون کرده نگاه کرده و میخواد همون رو حفظ بکنه و اساساً قائل به این نیست که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته اتفاقی افتاده، یه شوکی بهشون وارد شده و این رو نمیخوام بپذیرن. نگاه دیگه‌ای در واقع وجود داره که همین اعتدالیون هستن، آقای روحانی اون رو داره رهبری میکنه، اینه که میگن از این تکنولوژی ها باید استفاده بهینه‌ای بکنیم، اگر تخلفی موردی چیزی بود طبق قانون اون هم رسیدگی بشه به اون فرد استفاده کننده یا هر کسی که داره از نظر امنیتی یا هر چی نظام تصور میکنه که مشکلی داره باید اون رو مخاطب قرار بدن و اونم طبق قانون رسیدگی بشه و اصل تکنولوژی ها رو انکار نمی کنن و میگن اتفاقا اینها رو میتونیم بهتر به کار بگیریم. این نگاه در واقع مشکل از اونجا ناشی میشه. اما از نظر حقوقی بخوام بررسی بکنیم، صحبتی که دستگاه قضایی مطرح میکنه خب شاید درست هم هست که طبق قانون مصوبه مجلس های اخیر کمیته تعیین مصادیق این مصداق‌ها رو رسیدگی میکنه، اما سیاست‌گذاری رو در شورای عالی مجازی دارن رسیدگی میکنن با حکم خود رهبری، رئیس جمهور هم رئیسش هست و تمام قوا اونجا هستن و اینها نبایستی نگران اون باشن، چون همین آقای محسن ایژه‌ای در اونجا هم هست و البته در ارتباط با کمیته تعیین مصادیق که گفتن رئیس جمهور نمیتونه اون حکمش رو مصوبهش رو تغییر بده یا ابطال بکنه، این هم درست هست و البته رئیس جمهور اصلا این چنین کاری رو نکرده. صحبت دولت و وزیر ارتباطات در واقع این بوده، این رو افشا کردن که در اون جلسه در اون کمیته 6 نفر از اعضای هیئت دولت حضور دارن و اینها حق دارن رأی بدن و این 6 نفر تاثیرگذارن، یکی از اونها دورش به اتمام رسیده بوده و رفته بوده برای خداحافظی، اینها رأی او رو هم که بازمانده دولت قبلی بوده در واقع حساب کردن و دولت آقای روحانی این رو نمیپذیره، میگه که نماینده که ما معرفی کردیم جدیدن او باید رأی بده و بنابراین این مصوبه تلقی نمیشه. به این خاطر این هم پاسخ این مطلب هست که دولت آقای روحانی نمیخوان این مصوبه رو ابطال بکنن. از اون طرف هم میگن سیاست گذاری جاش در اونجا نیست، اونجا فقط یک دو مورد میتونن مصداق رسیدگی کنن. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته رئیس جمهور نمیتواند مصوبات کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را باطل کند. آیا رئیس جمهور قانونا میتواند مصوبات این کمیته را باطل کند؟ نه خیر، رئیس جمهور اصلا این کارا نکرده. همونطور که توضیح دادم در اون کمیته 6 تا از اعضای دولت حضور دارن، یکی از اعضا رفته بود برای خداحافظی، از افرادی بوده که در دولت قبل منصوب شده بوده و دولت جدید فرد جدید رو معرفی کرده، از اون جلسه به بعد فرد جدید میتونسته بره رأی بده از طرف دولت و دولت میگه که، یعنی وزیر ارتباطات اینو گفته که اون فرد که رفته بود برای خداحافظی از دولت قبلی رأیش از نظر دولت جدید قابل قبول نیست، بنابراین مصوبه تلقی نمیشه و اصلا مصوبه‌ای وجود نداشته که ما بخوایم این رو ابطال بکنیم. آیا میتوان این رأی‌گیری را غیرقانونی تلقی کرد؟ بله دیگه، این رأی‌گیری درست نیست، چون نماینده‌ای که از طرف دولت اونجا حضور داشته به واقع نماینده دولت جدید نبوده، دولت سابق بوده و از طرف دیگه هم اتفاقا نماینده‌ای که از طرف مجلس هم اونجا شرکت کرده او هم گفته که ما تو این زمینه‌ها بحث‌هایی داریم، دولت وعده‌هایی داده که به لحاظ تکنولوژیکی اصل این تکنولوژی‌ها پذیرفته بشه ولی بنا به مورد به اصطلاح به اینا رسیدگی بشه و این تکنیک رو ما منتظریم که به ما خبرش رو بدن، بنابراین ما میتونیم یه مقدار صبر بکنیم راجع به این. یعنی از دو جهت این مصوبه یه جورایی لغو هست و قابل قبول نبوده از طرف دولت و نماینده مجلس. آقای روحانی گفته ایرانیان باید در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داشته باشند،
اما به نظر می رسد ایشان با چالش عمده ای از طرف محافظه‌کاران و نهادهای حکومتی مواجه هستند. آقای روحانی چه گزینه هایی برای مبارزه با فیلترینگ در تقابل با سختگیری های آنان پیش رو دارد؟ ببینید، این فقط سخن آقای روحانی نیست که این شیوه های گذشته در واقع جواب نمیده. حتی در اون سمت جناح مخالف ایشون که مرتبا علیه آقای روحانی دارن صحبت میکنن، یعنی آقای مصباح یزدی، اخیرا مصاحبه داشتن، رسما این رو اعتراف کردن. من عین جمله ایشون رو در واقع میخونم. آقای مصباح یزدی گفتن که فیلتر اینترنت ماهواره به جایی نمیرسد و هر چی فیلتر کنن، یعنی باید با کار ایجابی در مقابل اینها عمل کرد. یعنی اونها هم قبول کردن که این روش جواب نداده. آقای روحانی هم در واقع بحثشون اینه که از این شبکه‌های اجتماعی میشه استفاده و بهره بهینه برد و اگه اشکالی هست اونها رو باید در واقع برطرف کرد، نه اینکه کلیت این وسایل و ابزارها رو نادیده گرفت و مردم رو ازش محروم کرد. در خود همین داستان هسته‌ای هم ما شاهد بودیم که دولت آقای روحانی و مقامات دیگه بیشترین استفاده از این شبکه‌های اجتماعی بردن و صدها هزار نفر آدمی که بسیار سخت میشد به اونها دسترسی بده کرد، در صفحه فیسبوک فرض کنید آقای ظریف اومدن و اظهار نظر میکنن و آقای ظریف اطلاع رسانی میکنن و به نوعی افکار عمومی بین‌المللی رو هم اینجوری همراه خودشون کردن. نه فقط در فیسبوک، در مثلا توییتر هم این کار رو دارن انجام میدن. خود آقای خامنه ای هیچ وقت هم این کار نکردن، به نام رسمن، به نام خودشون، دفترشون از مدت ها قبل از این دولت از فیسبوک دارن در واقع استفاده میکنن برای برنامه ها و اهداف خودشون. حالا کاری به محتواش در واقع ما نداریم. بنابراین دولت آقای روحانی هم این جهتگیری رو داره دنبال میکنه. دولتش هم البته در شورای عالی مجازی حضور داره، مخالفین هم حضور دارن، یعنی فرمانده سپاه، نیروی انتظامی، رؤسای قوا، چه مجلس چه قوه قضاییه، همه اونجا حضور دارن و میتونن در واقع تو این حوزه های سیاست گذاری با هم دیگه بحث بکنن. آقای روحانی میخواد این رو یک ساماندهی بکنه طبق حکم رهبری. حکم هم تازه صادر نشده، در دوره آقای احمدی‌نژاد صادر شده. حالا رئیس جمهور در واقع، رئیس جمهور جدید داره اون رو اجرا میکنه. حراس محافظه‌کاران از اپلیکیشن های ارتباطی چیست؟ واقعیت قضیه اینه که بیشترین ترس اونها البته از اینه که بعد از شوکی که در انتخابات قبلی بهشون وارد شد، در انتخابات بعدی هم که انتخابات مجلس باشه در واقع از قبیل این نوع مثلا تماس ها و گپ و گفتایی که معمولا شبای انتخابات فقط به اصطلاح معمول میشه، نزدیک انتخابات که ما نزدیک کمتر از 2 سال به اون موقع وقت داریم، هنوز خیلی خیلی زمان هست، از حالا دارن در واقع جلو این کارا رو میگیرن که در انتخابات های بعدی به اصطلاح این دسترسی ها وجود نداشته باشه و تماس هایی بین کسانی که این دیدگاه رو دارن ترویج میکنن و کاندیداهایی که این دیدگاه رو ترویج میکنن از بین در واقع بره. در حالی که در انتخابات قبلی ما شاهد بودیم نه تنها در شهرهای بزرگ که معمولا از این شبکه ها شاید تک و توک عده استفاده میکنن، حتی در روستاها هم که از این شبکه ها شاید کمتر استفاده میشه، توی انتخابات در واقع به جریان همین اعتدالی ها رأی دادن و مشکل جناح مقابل رو این مسئله حل نمیکنه. ضمن اینکه ایران هم دیگه کره شمالی نیست، این رو همه میدونن. در ایران محافظه‌کارا هم این رو میدونن که نمیتونن فضا رو ببندن. هم نیروهای بسیار با سواد و متخصصی که در داخل ایران هستن و در هم در دنیا حضور دارن این اجازه رو نمیدن و تکنولوژی هم این اجازه رو نمیده که ایران رو بخوان تبدیل بکنن به کره شمالی و سابقه مردم ایران و این مثلا شرایط و وضعیت توسعه یا نسبتا توسعه یافته تری که طی سالهای گذشته باش مواجه بودن، این اجازه رو نمیده که ایران رو بخوان تبدیل بکنن به کره شمالی. بنابراین یک به اصطلاح تلاش بیهوده هست و بیشتر از روی ترس هست. ولی در کنار این باید این رو هم توجه داشته باشیم که دارن میلیون ها میلیون مردمی که اساسا تو شرایط حاضر حداقل هیچ استفاده ای از این شبکه ها برای مسائل سیاسی نمی کنن، بیشتر برای یعنی از جنبه های رفاهی اون و امکان دسترسی اون به فرزندانشون، نوه هاشون و فامیل هاشون دارن ازش استفاده میکنن، با هزینه پایین تر و با کیفیت بهتر و سرعت بهتر دارن با اونها مبارزه میکنن و اونها رو دارن
مقابل خودشون میبینن و مقابل خودشون قرار میدن و به واکنش در واقع وادار میکنن. مردم هم که در واقع همطور که عرض کردن با دنیا قطع ارتباط نیستن که با بیگانه باشن با این شبکه ها. هر خانواده شما حساب کنید در ایران حتی در حتی روستاها بالاخره یک فردی رو داره که دانشجو هست با دانشگاه اتصال داره و نمیتونن این ابزارها رو از مردم در واقع دریغ بکنن. شیوه‌های گذشته‌ای که از جمله مقابله با بلنگو، بعدش ویدئو، بعدش ماهواره جواب نداده و اینترنت هم به همین ترتیب هست و جواب نخواهد داد. من فکر می‌کنم بهترین حالت همینه که بیان در همون شورای عالی مجازی کنار همدیگه با همدیگه بشینن گفتگو کنن و راه حل‌های بینابینی در واقع به دست بیارن، بذارن میلیون ها مردم از این وسایل ارتباطی استفاده کنن. با توجه به سرعت رشد تکنولوژی، این محدودیت ها تا چه زمانی میتواند ادامه یابد؟ این محدودیت ها فقط در واقع میتونه از نظر ظاهری و فضای عمومی و به شکل فیزیکی یک نوع این استفاده ها رو به شکل غیر رسمی در بیاره. همینطوری که در مورد ماهواره این اتفاق افتاده به شکل غیر رسمی، خب طبق آمار رسمی که خود دولت مردان این رو ارائه کردن، بالای 70% میانگین مردم دارن از ماهواره استفاده میکنن. بسیاری از مقامات، بسیاری از پرسنل دولتی و حتی نهادهای جناح مقابل دولت دارن از این وسایل استفاده میکنن و همین هایی که هر روز میان بلافاصله واکنش نشون میدن به سخنرانی یک نفر، به مصاحبه یک نفر در فرض کنید که یک شبکه خبری ماهواره ای، خب همین ها از این دارن از این وسایل استفاده میکنن. در کنار اون خیلی از مردم هم از برنامه های سرگرم کننده اون دارن استفاده میکنن. اگرم مشکلاتی این برنامه ها در واقع داشته باشه، اشکال برمیگرده به اینکه در داخل برنامه‌های مفید و رسانه‌های آزاد و اینکه بتونه خلاقیت‌ها اونجا بروز پیدا بکنه، این همه سینماگر، این همه تولید کننده برنامه‌های تلویزیونی خیلی‌هاشون محدود شدن. بنابراین خیلی کوتاه مدت میتونن یه مقدار این خودشون رو به اصطلاح دلداری بدن از این جهت که دارن یه کاری انجام میدن، ولی این برخوردهای امنیتی راه به جایی باز نمیبره. ناچار خواهند شد که این قوانین رو عوض بکنن. نکنن هم این قانون در واقع به گونه ای مسلم میشه و مسخره میشه در بین عموم مردم. قانونی که قابلیت اجرایی نداشته باشه در واقع هیچ کاری از و گره از مردم رو باز نکنه، این عملا اسمش قانون نیست، یک چیزی هست که عملا اکثریت مردم که حق دارن، حق دادن این حق قانونگذاری رو به نماینده هاشون دادن، این رو ازشون دارن سلب میکنن و در واقع یک جورایی میشه گفت مشروعیت هم پیدا نمیکنه. بنابراین بایستی تم بدن به حداقلی از این تغییرات که عمدتاً هم تدریجی هست، وگرنه با یک سری از فورانی از خواسته ها و به شکل انفجاری در واقع مواجه میشن. نقش مجلس رو در این خصوص چگونه ارزیابی میکنید؟ البته خب اونجوری که باید مجلس متاسفانه فعال نبوده تو این زمینه، هرچند رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه در اون جلسه شورای عالی مجازی حضور داره و نمایندگانی از مجلس در این کمیته تعیین مصادیق بحث همین فیلترینگ هم نمایندگانی از مجلس در واقع درش حضور دارن، یه مقدار موضع انفعالی گرفتن. اما طی همین روزهای گذشته معلوم شد که اونها هم اکثریتشون با این شیوه ها در واقع موافق نیستن. نماینده که در کمیته فیلترینگ در واقع حضور داره اعلام کردن که منتظر هستن دولت در واقع این به اصطلاح تکنولوژی که بتونه اصلش رو مورد بهره برداری برای عموم ایرانیان قرار بده، این تکنیک رو ارائه بده، این راه حل رو، و بعدش تصمیم بگیرن راجع به مصادیق. و بنابراین واتس اپ که یک مصداق مشخصی در اون ایام بود رو گفتن فعلا متوقف میشه فیلترینگش. در خود شورای عالی مجازی هم رئیس مجلس آقای علی لاریجانی در واقع اونجا حضور دارن که مشخص شد طی همین ماهای گذشته که تو این زمینه اونها هم پشتیبانی نمیکنن از این دیدگاه های افراطی. و البته باید دید در مجلس بعدی چه اتفاق افتاد که خواهد افتاد که البته خب زمان خواهد برد تا اون موقع. با سپاس از آقای علی اکبر موسوی خوینی، نماینده و نایب رئیس کمیسیون مخابرات در مجلس ششم که از مریلند آمریکا با ما همراه بودند.
در پایان این برنامه مطابق روال سری میزنیم به ترکیه و مهستان بختیاری مرا در جریان تحولات این کشور در هفته گذشته قرار میدهد. موضوع سفر این هفته آقای اردوغان به آلمان هم در این چند روزه از دیدگاه‌های گوناگون جای بحث خودش رو داشته. روز شنبه 3 خرداد مراسمی در شهر کل به مناسبت 10 سالگرد تشکیل اتحادیه‌های دموکرات‌های ترک و اروپایی از سوی شهروندان ترک مقیم آلمان برگزار خواهد شد که مشخصاً این مراسم میهمان ویژه‌اش آقای اردوغان هستش. سفری که برخی با انتقاد از اون معتقدن حضور آقای اردوغان در این مراسم به نوعی یک سفر تبلیغاتی و زدن استارتی برای کارزار انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، هرچند هنوز باید بگیم به طور رسمی و مشخص آقای اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی نکردن و 8 تیر ماه در واقع روز آغاز ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری هستش. اما گمان زنی های زیادی در این باره وجود داره که این سفر مشخصاً تلاش حزب عدالت و توسعه برای جذب آرای شهروندان ترک مقیم آلمان هست که جمعیت قابل توجهی هم دارن. بنابر آمارها از جمعیت 5 میلیونی شهروندان ترک مقیم آلمان حدود 2.5 میلیون نفر از اونها واجد شرایط رای دادن هستند که تقریباً معادل 5% کل آرا خواهد بود. جمعیت قابل توجهی هستش و خب با توجه به شکل و فرم انتخابات ریاست جمهوری امسال که برای نخستین بار شهروندان ترک خارج از کشور در کنار دیگر شهروندان این فرصت رو دارن که در انتخابات شرکت بکنن و به طور مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب کنن، طبیعتاً این بخش از جمعیت رای دهندگان برای هر نامزد و حزبی قابل اهمیت هستش. اما به واقع منتقدان از دیدگاه دیگه‌ای به موضوع می‌پردازند. اونها اساساً این سفر رو با توجه به جو موجود کشور آن هم به دلیل حادثه معدن سوما نمی‌پسندند. در داخل کشور مشخصاً میشه اشاره کرد به روزنامه تودهی زمان که در نقل قولی از آقای دنیز بلوکباشی دیپلمات اسبق ترک می‌نویسه در حالی که ترکیه با بزرگترین حادثه تاریخ معدن خودش روبرو هستش و هنوز مردم از بابت این حادثه دردمند هستن، این سفر آن هم با هدف تبلیغاتی در زمان مناسبی انجام نمیشه. شاید به نوعی آقای بلوکباشی بر این موضوع تاکید داره که در شرایط کنونی بهتر آقای اردوغان توان و نیروش رو متمرکز بکنه بر روی سامان دادن به مسائل این چنینی داخلی که بعد ملی بیشتری رو هم داره. یا در خارج از کشور در حالی که از یک سو شهردار شهر کلن و برخی احزاب سیاسی این کشور با این سفر و باز هم مشخصا زمان این سفر دید انتقادی دارن، اما از دیگر سو فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در حمایت از آقای اردوغان معتقد آقای اردوغان باید این امکان رو داشته باشه با هموطنان خودش صحبت بکنه. هرچند آقای حسن چیلک سخنگوی حزب عدالت و توسعه در واکنش به این انتقادها عنوان کرده مراسمی که در شهر کلن برگزار میشه یک کارزار انتخاباتی نیست و این سفر هدف تبلیغاتی نداره. اما چه به گفته منتقدان این گرمایی این سفر آقای اردوغان یک سفر تبلیغاتی باشه یا بنا به گفته مسئولین حزب عدالت و توسعه این سفر خارج از موضوع این گونه موضوعات باشه، آنچه مسلم خواهد بود در فرصت اندک باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری خواسته و ناخواسته این گونه مراسم ها به یک همایش انتخاباتی تبدیل خواهد شد و صحنه تقابل موافقان و مخالفان دولت رو رقم خواهد زد. کما اینکه از هم اکنون اشاره بکنیم بسیاری معتقدند مراسم شهر کل در مراسم شهر کل علاوه بر حضور موافقان آقای اردوغان صحنه حضور مخالفان اون نیز خواهد بود که از شهرهای مختلف آلمان به کلن خواهند آمد و از این فرصت جهت ابراز مخالفت خودشون با سیاست‌های دولت و احیانا کاندیداتوری ایشون اعلام بکنند، به ویژه احزاب و سازمان‌های چپ که در طی یک سال گذشته با سیاست‌های دولت مخالف بودند و همواره در طی این مدت سیاست‌های دولت رو به چالش کشیدند. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما رو می‌توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork دنبال کنید و درباره برنامه نظر دهید. همچنین می توانید با ایمیل ما که برای صفحه تلویزیون ظاهر شده با ما در ارتباط باشید و ما را در بهتر شدن برنامه یاری دهید. منتظر شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.